سلام فصل 13 رو با هم شروع میکنیم با عنوان یزد و در ابتدا ادوارد براون دو بیتی رو از حافظ انتخاب کرده گذاشته که این رو با صدای زیبای استاد فریدون فرهندوز براتون میذارم ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو که ای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست بنده شاه شما ایم و سناخان شما هنوز کاملا گرد و غبار جاده را پاک نکرده بودم که خبر دادند کسی آمده است و میخواهد مرا ببیند پس از اعلام آمادگی من مرد سال خورده و با وقاری که قبای زرد ملالانگیز گبران را بر در برداشت وارد شد پس از ادای احترام خود را به نام دستور تیرانداز روحانی اعظم زرتشتیان یزد معرفی کرد و ادامه داد که حکمران شهر شهر آلی جناب شاهزاده اماد و دوله که خبردار شدند یک اروپایی وارد شهر شده به او معمولیت دادند که با اروپایی مذکور گفتگویی کند و بفهمد که از کدام ملیت است و برای چه مقصودی به یزد آمده و مقام و عناوین م... او چیست و اگر فردی متشخص بود افتخار ملاقات با حکمران را به او بدهند. من جواب دادم درباره ملیت باید بگویم که انگلیسی هستم و مقصود از مسافرتم کسب دانش و آگاهی در ضمن سیر و سیاحت است و نیز برای تکمیل زبان فارسی و راجع به مقام و عنوانم باید محترما به اطلاع حکمران برسانید که هیچ گونه مقام رسمی ندارم و اصلا متشخص نیستم بنابراین لازم نیست به من افتخار داده شود و یا کوچکترین زحمتی به خاطر من متحمل شود. کاهن اعظم آتش در جوابم گفت: بسیار خوب، اما چرا به یزد آمده اید؟ اگر فقط می خواهید فارسی یاد بگیرید، می توانستید در تهران یا اصفهان یا شیراز این کار را بکنید بدون اینکه از این کویر و صحراها عبور کنید و زحمات سفر را متحمل شوید. من پاسخ دادم: خب می، من میخواستم علاوه بر یادگیری، سیر و سیاحت هم بکنم. و مسافرت من بدون دیدن شهر باستانی جالب شما تکمیل نمیشد. از این گذشته میل داشتم درباره کسانی که پیرو زرتشتند چیزهایی بدانم که ظاهرا شما روحانی اعظم آنان هستید. او گفت شما این همه زحمت را نباید فقط به همین خاطر تحمل کرده باشید و باید دلیل دیگری داشته باشد و متشکر می شوم اگر آن را برایم بگویید. من به او اطمینان دادم که دلیل دیگری وجود ندارد و سفر من به یزد فقط به خاطر کنجکاوی و علاقه من به علم و دانش است اما وقتی دیدم که او هنوز با سوء زن به من مینگرد صریحا و بدون تعارف پرسیدم که آیا حرف مرا باور دارد یا خیر او هم در جوابم صادقانه گفت که باور ندارد در این وقت خبر دادند که شخص دیگری برای دیدن من آمده است که معلوم شد خود اردشیر مهران است. او مردی بلند قامت و باریکندام و خوشقیافه و حدود 45 تا 50 ساله ای می نمود که با روی گشاده و ملایم و ریش سیاه قبای زردرنگ زرتشتیان را پوشیده بود. او به خوبی انگلیسی صحبت می کرد. در بنبایی که چند سالی از عمرش را آنجا گذرانده بود یاد گرفته بود. پس از گفتگوی کوتاهی با من از آنجا رفت و دستور را هم با خود برد. پس از رفتن آنها و خدمتکاری از طرف سیدهایی که معرفی نامه ام را برایشان فرستاده بودم نزد من آمدن. و پیغام آورد که خوشوقت می شوند که در اولین فرصت مرا ببینند. بنابراین بیدرنگ همراه خدمتکار مذکور به راه افتادم و او مرا به خانه حاجی سید میم یعنی ادامه اسمش رو نگفته هدایت کرد. او همراه ده دوازده نفر از دوستان و بستگانش در حیات خانه نشسته بودند که محترمانه و با سمیمیت مرا پذیرفتند. در مدتی که برایم شربت و چای و قلیان می آوردند، معرفی نامه ای که میرزا علی برایم نوشته بود را دست به دست گرداندند و همگی با حالتی موافق آن را خواندند که فکر می کنم گذشته از جملات تعریف آمیزی که دوستم برایم نوشته بود اشاره او به علاقه و جدیت من برای آگاهی از دین بابی نظرشان را جلب کرده بود با این حال چیزی درباره این موضوع گفته نشد و پس از حدود یک ساعت گفتگوی متفرقه همراه میرزا میم به دیدن پدرش حاجی میرزا ته که برای او هم معرفی نامه ای داشتم رفتیم. و تا بعد از غروب آنجا ماندم و سپس به کاروان سرا بازگشتم و هنگامی که منتظر آماده شدن شام بودم چنان خواب عمیقی مرا در رو بود که خدمتکارم نتوانست برای صرف شام بیدارم کند عمده ترین نتیجه بدون شام با شکم خالی خوابیدن صبح زود بیدار شدن است صبح روز بعد ساعت شش و نیم صبحانه ام را خورده و آماده بودم که به تماشای شهر یزد بروم خدمتکارم میخواست به همام برود اما ایروانی که پس از آشناییمان به ما پیوسته بود داوطلب شد که همراه من بیاید. مدتی در بازارها پرسه زدیم. سپس او پیشنهاد کرد که یکی از, از،, از یکی از اهالی بپرسیم که باغ عمومی کجاست تا بتوانیم در آن مدتی استراحت کنیم. من فورا موافقت کردم و به زودی در باغ دولت آباد در کنج سایهداری، نشسته و مشغول گفتگو با باغبان سال خورده ای بودیم که سیزده ماه توسط ترکمانان به بردگی برده شده بود. او نزدیک کلات نادری به اسارت آنان در آمده بود. تقریبا در همان وقتی که همزه میرزا مشهد را محاصره کرده بود. سال 1848 و برای ما با دقت تجربیاتش را در بازار برد فروشان ترکمانان توصیف کرد که چطور او و همراهانش در کمال خفت و خاری تق و تقریبا بدون لباس و برهنه از طریق خریداران احتمالی مورد معاینه قرار گرفتند و بالاخره به بیشترین قیمت پیشنهاد شده فروخته شده او دست آخر در ضمن یکی از حجومهایشان به داخل ایران توانسته است بگریزد. او در این حجوم به عنوان راهنما همراه قارتگران آمده بود. دقیقا مثل رفتار حاجی بابای جاودانی این پایین زیرنویس نوشته که اشاره به کتاب حاجی بابای اصفهانی اثر جیمز موریه است او و ایروانی در بدگویی از ترکمانان به هم پیوستند و آنها را بیشتر مثل حیوانات وحشی و در توصیف کردند تا آدمی زاد ایروانی گفت آنها هیچ احساس ترسی ندارند و هر قدر هم قوای دشمن از این باشد تسلیم نمی شوند. حتی زنان و کودکانشان آنقدر می جنگند تا کشته شوند. به همین دلیل است که روزها قتل عام بیرحمانه ای از آنان کردند و به همین علت است که پس از اتمام قتل عام جسدها را در گودالی ریختند و با نفت آتش زدند تا شاید این فاجعه باعث شود که بازماندگانشان بترسند و تسلیم شوند. حوالی ظهر به کاروان سرا برگشتیم و من مجبور شدم درباره برنامه آینده مقداری تفکر و بررسی کنم. زیرا بابا خان نزد من آمد که بداند آیا باید صبر کند تا مرا به دهبید بازگرداند یا میخواهم از یزد به کرمان بروم. من باقی مانده پول کرایش را دادم و هفت قران هم به عنوان انعام به آن اضافه کردم و به او گفتم چنان چه تا غروب آن روز خبری از من به او نرسید آزاد است که برود بعد از ظهر آن روز دو نفر زرتشتی نزد من آمدند تا اطلاع دهند که اردشیر مهران که آنها در استخدام او بودند میل دارد که باغش را با خانه کوچکی که در آن است در مدت اقامتم در یزد در اختیار من بگذارد این مکان حدود یک ماه قبل هم در اختیار یک انگلیسی دیگر بوده است سروان اچ بی واگان که سفر دشوار و پرماجرایی در حین عبور از ایران داشته است از بندر لنگه در ساحل خلیج فارس تا دامغان یا شاهرود در جاده مشهد تهران او مدتی در یزد مانده بود تا وسایل عبور از گوشه غربی کویر بزرگ نمک را آماده سازد مسلم است که من با تشکر فراوان پیشنهاد ایشان را قبول کردم زیرا کاروانسرا محل سکونت دلپذیری نبود و از این گذشته من میل داشتم از فرصتی که به دست آمده برای آشنایی و مراوده بیشتر با زرتشتیان استفاده کنم که به دین ترتیب حدس می زدم که این فرصتی استثنایی برایم دست داده است. من نمی توانستم احساس خوشی و شادمانی نداشته باشم وقتی فکر می کردم بالاخره توانستم اینقدر از هموطنانم و حتی هم مذهبانم دور بیفتم و کسانی که در یزد بیش از همه احساس نزدیکی به آنها می کنم گبرها هستند که از قبل هم نسبت به آنها احساس احترام داشتم و با آشنایی بیشتر با این مردم مردم تحت فشار این احترام بیشتر شد پیغام مزبور وقتی به من رسید که حاجی سفار بیرون بود و از آنجا که نمی توانستم تا وقتی ترتیب حمل اساسیه را نداده کاروان را ترک کنم مجبور شدم صبر کنم تا او بازگردد در این مدت پیغامی از حاجی سید میم رسید که از من خواسته بود به خانه او بروم بنابراین وقتی خدمتکارم بازگشت همراه دو نفر زرتشتی که یکی از آن دو به نام بهمن انگلیسی خوب صحبت می کرد به طرف خانه حاجی سید میم به راه افتادیم وقتی به خانه او رسیدیم با خوشحالی متوجه شدم که بحثی فلسفی و الهی در جریان است و پیدا بود که میکوشند تا ملای سال خورده ای را که قیافه‌ای بسیار جالب و جذاب داشت به مذهب بابی وارد کنند. فقط یکی از بابیان سخن می گفت. مردی حدوداً سی و ساله که فساحت و سخن پروریش مرا به تحسین واداشت. بعدا فهمیدم که او به نام اندلیب شهرت دارد و یکی از برگزیدگان شعرایی است که استعدادش را در راه پیشرفت و پیروزی آین جدید به کار میبرد پس از احوال پرسی من با حاضرین صحبت را از سر گرفتند و او گفت بدین ترتیب در هر ظهور شریعتی در هر ظهور شریعتی همان کسانی که مدعی بودند که با شور و اشتیاق منتظر ظهور جدید هستند اولین کسانی بودند که آن را انکار کردند حقیقت الهی را به خاطر مقایر بودن با توهمات شخصیشان کنار گذاشتند. شما از معجزات میگویید اما آنها واقعا چه ارزشی برای من دارند مگر آنکه خودم شاهد آن باشم آیا همه ادیان داستانهایی درباره معجزاتی ندارند که حتی اگر واقعا روی داده باشند شخص میتواند فکر کند که باید باعث شوند تا همه مردم ایمان بیاورند زیرا چه کسی جرأت دارد هر قدر هم سنگ دل باشد با نیرویی که قابل انکار نیست در بیفتد؟ نه این کلام مقدس الهی است که آیت و نشانه یک پیامبر است. برهانی اغنا کننده برای همه مردم در همه زمانها. معجزهی که تا ابد پایدار میماند. ماند. سوی تفاهم نشود وقتی رسول خدا سوره های مقدس را آیات خود اعلام کرد و قرآن را برهان و دلیل نبوتش قرار داد منظورش این نبود آنطور که بعضی ها بیهوده خیال می کنند که ظاهر موزون و زیبای کلمات را دلیل بیاورد. برای مثال چطور من, با من یا شما که ایرانی هستیم بفهمیم که زیبایی کلماتی که به عربی نوشته شده اند فوق طبیعی است یا نه؟ نه خیر. مشخصه اصلی کلام مقدس الهی قدرت نفوذ آن است. این کلام بیهوده گفته نشده. اغنا می کند، می آفریند، حکم می کند، راهی به قلب انسان می گوشاید, زنده است و هرگز نمی میرد. پیغمبر خدا گفت در ماه رمضان باید از طلوع خورشید تا غروب روزه داشت. ببینید چه کار مشکلی است. با این حال اینجا در یزد هزاران نفر هستند که اگر مجبورشان کنند بین روزخاری یا مرگ یکی را انتخاب کنند، ترجیح می دهند بمیرند، اما حکم الهی را زیر پا نگذارند. هر کجا شخصی برخیزد و این کلام الهی را بگوید، بدانید که او مظهر اراده مقدس الهی است و به او ایمان بیاورید و فرمانش را گردن نهید. ملای سالخورده گفت، اما این ادعا، این ادعا سخن خیلی بزرگی است که او میگوید ما چه میتوانیم بگوییم یا بکنیم اندلیب در جواب گفت به هر حال او آن را گفته است و بر ماست کسانی که دریافتند این کلام مقدس الهی را او گفته است آن را بپذیریم برای مدتی سکوت برقرار شد و سپس ملای سال خورده آهی کشید و برپا خواست و تکرار کرد که این مشکل است خیلی مشکل است و از آنجا خارج شد کمی بعد من هم آنجا را ترک کردم و همراه دوستان زرتشتی به باغ اردشیر مهران در سرحد جنوبی شهر نزدیک دشت باز رفتیم. میزبانم و کاهن آتش را منتظر خود یافتم که هر دو محترمانه از من استقبال کردند و دومی با حالتی غرورآمیز به من خبر داد که شاهزاده اماد و دوله به رغم اظهارات من داخل پرانتز که او هم مانند دستور بدون شک آنها را دروغ بافی یک دروغگوی ماهر میدانست که همین دروغها دلیلی بر فعالیت سیاسی و دیپلماتیک او است پرانتز بسته تصمیم گرفته که مثل یک فرد متشخص با من رفتار کند و قصد دارد که فردا یک بره و یک سینی شیرینیجات برای نشان دادن حسن نیت خود برایم بفرستد. او در انتها گفت آن عالی جناب میل داشتند اینها را زودتر بفرستند اما من به ایشان گفتم که شما هنوز مسکن مناسبی ندارید بنابراین او مجبور شد صبر کند وقتی که هدایا به شما رسید شما باید مراتب قدردانی خود را به ایشان اعلام کنید من تا حدی از این مطلب ناراحت شدم زیرا تشخص در ایران به معنی دردسر بیخود و خرج بیهوده است و من میل داشتم آزاد و بدون وابستگی باشم اما در آن وقت شاهزاده ما دو دوله را نمی و نمیدانستم دانستم صادق ترین و با فرهنگ حکمرانی است که در شهرها یا ایالات یافت می شود علاقه و اهتمام او به مطالعات و تحقیقات فلسفی و دیدگاه وسیع و روشن او نسبت به سایر ادیان مانع از این نمی شد که وظایف و واجبات دینی خودش را با کمال دقت به جا آورد. زرتشتیان بیچاره تحت فشار او را دوست داشتند و تحسین می کردند و به نظر من مثل سایر افراد درستکار و مطیع قانون او را حامی و نگه خود می دانستند. من در بازگشت به انگلستان با کمال تأسف خبردار شدم که او از مقامی که آنقدر درستکارانه و به حق اشغال کرده بود برکنار شده است. تغییر مکان از کاروانسرای گرم و آلود به این باغ زیبا بسیار دلپذیر و لذت بخش بود و این واقعیت که اکنون در محیطی اساسا زرتشتی بودم بر دلپذیری آن می افسود. البته خدمتکارم و مرد ایروانی هنوز همراه من بودند اما غیر از آن دو و بابیان و مسلمانانی که گهگاه به دیدنم می آمدند به طور کامل در اجتماع زرد زرد قبایان و زرتشتیان قرار داشتم. کاهن سال خورده دستور تیرانداز که ابتدا به نظر می رسید با سوء زن به من می نگرد پس از آنکه فهمید من با کتاب آسمانی جعلی و ساختگی دساتیر آشنایی دارم نظرش عوض شد. البته نه او و نه اردشیر کوچکترین شکی در اصالت آن نداشتند. پس از آنکه بقیه رفتند اردشیر به گفتگو با من نشست. حاجی سید میم شرط کرده بود که غذای مرا خودش فراهم کند و از آنجا که خانه اش از باغ کمی فاصله داشت تقریبا ساعت ده شب بود که شام من حاضر شد. وقتی غذا دیر شده بود میزبانم اظهار داشت خانه دوکت بانو نرفته بهتر. فکر کنم منظورش مثل همونی که یعنی آشپز که دوتا بشه چون دیر شده بوده غذاش. با این حال وقتم به هدر نرفت زیرا توانستم اردشیر را به حرف زدن درباره دینش و احکام و شرایع آن وادارم و خصوصا درباره کشتی یا کمربند مقدسی که زرتشتیان میبندند و تشکیل شده از هفتاد و دو الیاف که در دوازده رشته هر رشته شش الیاف بافته شده و این دوازده رشته باز هم در سه رشته چهارتایی تابیده شده اند و این سرشته هم در یکدیگر تابیده شده اند و کشتی را درست کرده اند که نمایانگر سه اصل بنیادین زرتشتی است پندار نیک هومنش نی گفتار نیک هوگویشی هوگویش نی و کردار نیک نی و سایر اعدادی که در بافتن کشتی استفاده شده اند هم همگی سمبولیک است همون پندارنی گفتارنی کردارنی که که به زرتشتیش هم نوشته بود به نظرم یعنی هومنشنی هوگویشنی و هوکنشنی از وقتی به جوان زرتشتی کشتی داده می شود او رسما عضو سازمان روحانی بهدنیان و آن وقت به او یاد می یاد می دهند که چگونه در هر یک از پنجگاه یا پنج وقت نماز آن را باز کند و دوباره با گره مخصوصی ببندد. اردشیر همچنین از این قانون که می باید به هیچ وجه چهار عنصر اصلی را آلوده نکنند صحبت کرد و افزود که آنها تنباکو مصرف نمی کنند تا به آتش بی احترامی نشود. با اینکه در سه هفته ای که در یزد بودم حتی یک روز هم بی خود و بی منفعت نگذشت و روزی نبود که چیزهای جدیدی نبینم یا نشنوم فکر می کنم بهتر باشد ترتیب زمانی رویدادها را کنار بگذارم و از مطالب مهمتر گفتگو کنم تا در نتیجه همه مطالب مربوط به یک موضوع یک جا گفته شود و از تکرار پرهیز کنم. از اول درباره زرتشتیان توضیح می دهم که هفت تا ده هزار نفر از آنان در یزد و نواحی آن وجود دارند و تقریبا همه آنها مشغول امور تجارتی یا کشاورزی هستند. به طوری که من هم در یزد و هم در کرمان دیدم آنها درست کار و با صداقت و اهل کار و کوشش هستند و با این که نسبت به گذشته امروزه کمتر در معرض آزار و اذیت قرار می گیرند، اما باز هم از طرف بعضی متعصبین مورد توهین و سوی رفتار واقع می شوند که آنان را در زمره مسیحیان و یهودیان و سایر اهل کتاب محسوب نمی کنند گاه گاه در دوران فترت حکومت لوتیها و اوباش یزد به اذیت و تحقیر شدید آنها میپردازند در این میان خیلی از آنها هم واقعا به قتل می رسیدند وقتی من در یزد بودم یک زرتشتی سال خورده هنوز زنده بود که از طرف مسلمانان مرتجه ابتدا مورد ضرب و شتم و تهدید قرار گرفته و بالاخره با شلیک تپانچه چندین جای بدنش را زخمی کرده بودند اما او حاضر نشده از آین پدرانش دست بردارد و خوش اقبالتر از خیلی از همکیشانش توانسته بود جان سالم به در ببرد همچنین دستور برایم هم تعریف کرد که حدود دوازده سال قبل مسلمانان یزد تهدید کرده بودند که میخواهند محله زرتشتیان را قارت و چپاول کنند و گبرهایی که اسلام نیاورند را به قتل برسانند و این همه به خاطر اینکه یکی از زرتشتیان یک مسلمان را کشته بود حکمران یزد اعلام کرده بود که آنقدر نیرو ندارد که از گبرها حمایت کند و سعی داشت گبرها را مجبور کند که سندی مبنی بر اینکه هر اتفاقی بیفتد حکمران مسئول نیست امضا کنند اما خوشبختانه آنها آنقدر پایداری کردند تا یک نفر مسلمان که زنی زرتشتی را کشته بود اعدام گردید و سپس دوباره آرامش حق فرما شد. در یک مورد دیگر مسلمانی که لباس گبرها را پوشیده بود مسلمان دیگری را به قتل رساند. مسلمانان تهدید کردند که محله زرتشتیان را غارت و همه اهالیش را قتل عام می کنند مگر آنکه قاتل را تسلیم کنند شخصی که مورد سوء قرار گرفته بود به اسم نامدار از بستگان هیر بود داخل پرانتز کاهن آتش اعظم بود او با اینکه بیگناه بود حاضر نشد همکیشانش مورد آزار و اذیت قرار بگیرند و میخواست که از میان آنان خارج شود و گفت من نزد حکمران میروم زیرا بهتر است تنها من جان خود را از دست بدهم تا آنکه همه اهالی محله به خطر بیفتند بنابراین خود را برای مرگ آماده کرد و به آنجا رفت اما خوشبختانه در لحظه آخر قاتل اصلی پیدا شد و به مجازات رسید برادر میزبانم اردشیر به نام رشید هنگام عبور از بازار توسط فردی مرتجع به قتل رسیده بود و من تابلوی یادبود وی را در یکی از آتشکده های یزد دیدم. تحت حکومت روشن بینانه شاهزاده اماد و دوله به طوری که به من گفته شد زرتشتیان در امنیت و آرامش نسبی به سر می برند. با این حال در یک مورد دیگر حکمران با مداخله به موقع خود توانست با موفقیت مانع اجرای نقشه پلید شود. جریان از این قرار است که وقتی یک نفر زرتشتی اسلام می آورد به نظر مسلمانان حق دارد که در پول و اموال همکیشان سابقش تصرف کند. چنین موردی اتفاق افتاد و مبلغ 90 تومان حدود 28 لیره توسط تازه مسلمان از بستگانش گرفته شد که آنها به شاهزاده التجا آوردند و او حکم به استرداد آن مبلغ داد و به رغم ناراحتی تازه مسلمان و یارانش برای این کار پافشاری کرد و باعث خوشحالی زرتشتیان و خصوصا دستور تیرانداز سال خورده شد که وقتی این داستان را برایم تعریف می کرد خیلی خوشحال بود و مرتبا صحبتش را قطع می کرد تا برای سلامت و طول عمر شاهزاده اماد و دوله دعا کند و این تنها باری نبود که ابراز قدردانی زرتشتیان را از عدالت و انصاف شاهزاده می شنیدم. یک روز همراه سه خدمتکار مشغول سواری بود داخل پرانتز زیرا تشریفات زیاد را دوست ندارد که با یک گروه زنان زرتشتی برخورد کرد همانطور که بر اسب نشسته بود ضمن احوال پرسی از آنها پرسید که آیا اوضاع مرتب و امن و امان است آنها که نمیدانستند او کیست و فکر میکردند فقط یک دولتمند عادی است در جواب گفتند که قبلا امن و امانی نبود اما اکنون به شکر خدا و به لطف عدل و دادگری حوکران جدید همه چیز خوب و امن و امان است و دیگر نگران آزارهای مذهبی نیستند و سپس از وی پرسیده بودند که اهل کجای کشور است و او پس از کمی شوخی خودش را معرفی کرده و باعث حیرت و شگفتی آنان شده بود من طبیعتا مشتاق بودم که چند آتشکده را تماشا کنم و بالاخره پس از تقاضاهای مکرر یک روز, بر... یک روز را برای دیدان من معین کردند. ابتدا مرا به قدیمی ترین بردند که در وضعیت ویرانی بود. داخل پرانتز مسلمانان اجازه تعمیر آن را نمی دهند. و غیر از دو تابلو که خطوط فارسی بر آنها نوشته شده بود، چیز جالب دیگری نداشتند. یکی از تابلوها تاریخ 1009 گردی داشت. اینکه این تاریخ ساختمان آتشکده است یا ساخت تابلو نمیدانم پس از ترک آنجا به معبد بزرگتر و جدیدتری در محیطی سرسبزتر رفتیم در ورود به آنجا با کمال خوشبختی متوجه شدم که در اتاق سمت چپ در ورودی آتش مقدس شعلهور است و گرداگرد آتشدان دو سه نفر موبد در حالی که دهان و بخش زیرین صورتشان را روبندهایی بسته اند در حال تلاوت و زمزمه زند هستند. این روبندها به گفته اردشیر برای جلوگیری از آلودن آتش به کار می رود. البته من نتوانستم بیش از چند لحظه به این منظره نگاه کنم و با عجله به اتاق بزرگ و خوب فرش شده ای در داخل ساختمان هدایت شدم که پنجره آن رو به حیاتی با درختان انار باز می شد. در اینجا از طرف چند تن از موبدان استقبال شدم و برایم شربت خوشمزه ای آوردند. ساختمان هایی که سه طرف دیگر حیات را گرفته بود به طوری که به من, گفته شد به تعلیم و تربیت اختصاص داشت و به عنوان مدرسه کودکان زرتشتی از آنها استفاده می شد. این آتشکده نسبتا جدیدی بود که توسط یکی از اقوام اردشیر ساخته شده و بر یکی از دیوارهایش تابلوی یادگار فوت برادر او نصب شده بود. پس از ترک آنجا به دیدن سومین آتشکده رفتم. قسمتی از آن به مدرسه ای اختصاص داشت که جوانانی که قصد دارند به جامعه روحانیت درآیند در آن تحصیل می کنند و باید تا حدی زبان زند و پهلوی را فرا گیرند. با این حال فکر نمی کنم کسی از آنها به استادی در این زبان ها برسد. فضایی که به این روحانیون جوان اختصاص داشت زیاد بزرگ نبود و در واقع فقط گوشه ای گوشه یکی از اتاقهای بزرگ اصلی را به آنها داده بودند. در انتهای دیگر اتاق فرشی انداخته و روی آن چند صندلی گذاشته بودند. در تاخچه روی دیوار گلدان کوچکی دیده می شد که در آن چند شاخه از گیاهی شبیه به پرایوت گیاهی بیخزان که دانه سیاه دارد بود. دستور نام آن را گفت اما من نتوانستم درست بفهمم. انگار چیزی گفت شبیه به ناوا بعدن فهمیدم که از این گیا در بعضی مراسم ویژه دینی استفاده می شود و به دور خورشید می پیچد. اما در این باره و خیلی چیزهای دیگری که می خواستم بیشتر بدانم میزبانانم یک جور خودداری داشتند که من احساس کردم باید به آن احترام بگذارم. در اینجا نیز به من اجازه داده شد تا نگاهی کوتاه به آدش مقدس بیاندازم که در تالار دیگری شعله بود. داخل پرانتز از آنجا که رایحه صندل و چوبهای خوشبو و صدای زمزمه زند می آمد. و موبدی با روبند سفید در حال خدمت به آتش بود. تصویری از زرتشت که بنا به گفته اردشیر از روی تصویری قدیمی در بلخ کشیده شده بود و چندین نوشته دیگر بر دیوارها سالن مرکزی وسیع تنها چیزهای جالب توجه در ساختمان بودند. پس از ترک آن محل که درست در مرکز گبر محله قرار داشت مرا به خانه برادر اردشیر برادر اردشیر گودرز بردند و بین چندین ردیف مردان و پسران زرتشتی نشستم که آمده بودند به غریبه فرنگی خیره شوند این بار حداقل برای من هم منظره این پیروان زردپوش آین باستانی که دوازده قرن زجر و توهین و اعدام نتوانسته ریشهشان را از خاک اصلیشان برکند همانقدر جالب بود که منظره من برای آنها اگه بدونید پایینای اینا مترجم این کتاب چقدر زیرنویس گذاشته و مخالفت کرده با این حرف و اصلا من اونا رو نمیخونم حتی اون جایی که با بابی ها حرف میزد این جایی که با زرتشتی حرف میزنه اصلا همش انگار که مقرزانه داره مخالفت میکنه با این حرف های ادوارد بران ولی خب اصلا ربطی نداره شما اگه مترجمی فقط باید ترجمه رو بنویسی همانقدر جالب بود که منظره من برای آنها تا اینجا رو خونم. من به خصوص تحت تاثیر رفتار خوب و میانگین بالای قیافه های زیبا در آنها قرار گرفتم دین آنها مانع ازدواج ایشان با ترکا و عربها و سایر غیر آریاییان است و آنها در حال حاضر خالصترین نمونه نژاد ایرانی اند و زیبایی جسمانی آنان را نمیتوان انکار کرد. در خانه برادر اردشیر گودرز با روحانی اعظم زرتشتیان که مبتلا به نقرس بود ملاقات کردم و نیز با چند تن دیگر از اقوام مزکر میزبانم که تا هشت نیم شب با آنها به گفتگو نشستیم و با چای و شراب و براندی و کباب از من پذیرایی شد. شراب خاری در میان گبرها رایج است. اما من تصور نمی کنم تعداد معتادین در میان آنها زیاد باشد و فقط یک بار دیدم که یک زرتشتی به خاطر مصرف زیاد مست و یا حالش خراب شود. در مورد مسلمانان اینطور نیست وقتی آنها مشروب می خورند معمولا به قصد مست شدن است. فکر می کنم با این فکر که آب که از سر چه یک وجب چه صد وجب برای یک زرتشتی مصرف شراب و مشروب الکلی اشکالی ندارد اما نباید زیاده روی بکند برای یک مسلمان کم یا زیاد مشروب به هر حال حرام است زرتشتی می نوشد زیرا مزه شراب را دوست دارد و نیز به خاطر اینکه ایجاد صمیمیت و دوستی و احساسات رقیق بیشتری می کند. یک مسلمان بالعکس معمولا از مزه شراب و عرق بدش میآید و پس از هر جرعه مزه ای پس از هر جرعه مزه ای تا تلخی الکل را ببرد او نوشیدن را دوست ندارد بلکه مست شدن را میخواهد به طوری که شاعر بزرگ عرفانی جلال الدین رومی میگوید ننگ بنگ و خمر بر خود می نهی تا دمی از خیشتن تو وارهی جام مخصوصی که برای نوشیدن شراب در یزد و کرمان به کار می رود شیشه ای نیست بلکه کاسه برنجین برنجین کوچکی است که زرتشتیان معمولا بر جداره داخل آن نام دوستان و اقوام از دست رفته را حک می کنند تا شراب به یاد آنها نوشیده شود و با هر جرعه جملاتی از قبیل خدا پدر بیامرزد، خدا مادر بیامرزد، خدا بیامرزد همه رفتگان را گفته می شود. این چند جمله که در جام اردشیر حک شده بود به عنوان نمونه ذکر می شود. صاحب مرحوم مهربان ابن رستم بهرام هر کس کار فرماید خدا بیامرزی به مهربان رستم و سرور اردشیر و گلچهر مهربان بدهد. هفتاد پشت ایشان آمرزیده باد 1286 هجری هنگام نوشیدن به سلامتی حاضرین میگویند به سلامتی شما که جواب آن این است نوش جان باد من فرصت زیادی داشتم که نحوه شرابخوری زرتشتیان را طبق آین زرتشتی فرا بگیرم زیرا تقریبا هر بعد از ظهر اردشیر به همراه دستور تیرانداز با برادرش گودرز یا پیشکارش بهمن و یا همراه سایر دوستان زرتشتیش عادت داشت به باغ بیاید و کنار نهر کوچک که فقط روزی چند ساعت آب در آن جاری بود زیرا در یزد آب را باید خرید بنشیند و جز مواقعی که دیدار کنندگان بابی و مسلمان حضور داشتند عرق و شراب توسط باغبان پیر جمشید یا پسرش خسرو آماده میشد همراه با خیار تازه و سایر مزه هایی که مشروب خاران ایرانی دوست دارند. در جامهای کوچک برنجین به یاد رفتگان و به سلامتی زندگان پیاله ای میزدند در این گونه مواقع بود که گفتگو آزادانه جریان میافت و من و من بیشترین مطالب را درباره آیین زرتشتی و پیروانش میفهمیدم اکنون جای آن نیست که به طور کامل و مشروح در این باب صحبت کنم و تنها چند نکته جالب را بازگو می کنم. سال زرتشتیان خورشیدی است نه قمری مثل مسلمانان و تشکیل شده از دوازده ماه سی روزه و پنج روز اضافه که گاتا نام دارد. مسلمانان به آن خمسه مسترقه می گویند که مجموعا می شود سی و پنج روز. سال آنها با اعتدال ربیعی آغاز می شود هنگامی که خورشید وارد برج بره می شود حوالی 21 مارچ و در آن وقت جشن ملی نوروز برپا می شود. که قبلا ذکر شده و هم مسلمانان و هم زرتشتیان آن را گرامی می‌دارند. هر روز از ماه تحت حمایت یک فرشته یا یک ملک مقرب است که تعدادشان هفت است و امشاسپندان نام دارند و هر روز از اولین هفته ماه به یکی از آنها اختصاص دارد. غیر از سه روز هشتم و پانزدهم و بیست و سوم که مثل روز اول هر ماه به اورمز تعلق دارد و اینها روزهای مقدسی هستند که به نام سدی خوانده می شوند. نمودار زل نام روزهای ماه هست که هر یک به نام یکی از ایزدان نامگذاری شده. یک اورمزد دو بهمن دو نقطه ایزد گله و رمه سه اردی بهشت ایزد روشنایی چهار شهریور ایزد جواهرات و طلا و کانیها پنج سپندار, سپندار مز ایزد زمین شش خورداد ایزد آبها و نهرهای جاری هفت امرداد ایزد درختان و گیاهان هشت دی به آذر اولین صدی که به اورمز تعلق دارد نه آذر ده آبان یازده خیر دوازده ماه سیزده تیر چهارده گوش پانزده دی به مهر دومین سدی شانزده مهر هفده سروش هجده رشن نوزده فروردین بیست بهرام بیست و یک رام بیست و دو داد بیست و سه دی به دین سومین سدی 24 دین 25 ارد 26 اشتاد 27 آسمان 28 زامیاد 29 منترس پند سی انارام آخریش بود دوازده تا از این نام ها به ماه ها هم تعلق دارند که از این قرارند بهار فروردین اردی بهش خورداد تابستان تیر مرداد شهریور پاییز مهر آبان آذر زمستان دی بهمن اسفند در تقویم زرتشتی هفته نقشی ندارد و همچنان که جای دیگری گفته هم در داستان سیاه ترتیب سال خورشیدی بابیان هم شباهت با این تقویم دارد که بیشتر از آن است که به توان اتفاقی دانست. برای نشان دادن اینکه چگونه به سادگی میتوان روزهای مختلف را در تقویم زرتشتی نشان داد ابیات زیل را مثال میآورم که در یکی از نسخه های دست نوشته های کتاب زند پهلوی به نام وندیداد که به زودی درباره صحبت خواهم کرد نوشته شده به روز گوش و در ماه امرداد سنه 900 دگر بعد هفت و 7 داد. زفوت یزگرد شهریاران کجا بگذشته بود از روزگاران نوشتم نصف من دیداد اول رسانیدم به لطف حق به منزل اگر خواننده دقت کند متوجه می شود که یک روز در هر ماه نام همان ماه را بر خود دارد و تحت حمایت همان ایزد است مثلا روز نوزدهم اولین ماه روز فروردین است از ماه فروردین و یا سومین روز از ماه دوم روز اردی بهشت از ماه اردی بهشت است و آخر. این روزها را زرتشتیان جشن میگیرند. ایزد رشن که هجده همین روز هر ماه به نام اوست تا حدی شبیه به نکیر و منکر مسلمانان است. چهار روز پس از مرگ یک زرتشتی این ایزد به سراغ او میآید آید و اعمال نیکوبدش را در ترازو وزن می کند اگر اعمال نیک بیشتر باشد به بهشت می رود و اگر اعمال بد بیشتر شود مجازات می شود یا به قول دوستان زرتشتی او را دوباره به این دنیا باز می که در واقع همان دوزخ است داخل پرانتز من فکر می کنم که این از عقاید جدیدی باشد که از کتاب مجعول دساتیر منشأ گرفته است به همین ترتیب بهشت هم به قول دوستانم در یزد عبارت است از یک جور احساس روحانی که بیشتر مشخص کننده حالت است تا مکان در همین رابطه باید اختلافی را که میان دستور تیرانداز و خدمتکار مسلمانم حاجی سفر در گرفت بازگو کنم فکر می کنم باعث آن حاجی سفر بود که پیروان زرتوش را آتش پرست خواند و یا دلیل دیگری داشت دستور تیرانداز با عصبانیت فریاد کشید اگر ما به عنصر پاک آتش احترام می تو چرا ناراحت میشوی؟ وقتی شما مسلمانان جلوی سنگ سیاهی به خاک میافتید و یا مسیحیان به سمبل صلیب تعظیم می کنند آتش ما به نظر من حداقل همانقدر مناسب برای قبله بودن هست که اینها هستند و ما همانقدر آن را پرستش می کنیم که شما آنها را و در حالی که به حاجی سفر رو کرده بود و ادامه داد که شما حق ندارید که ما را برای داشتن آین مادی و ناهنجار سرزنش کنید. حاجی سفر فریاد زد که کفرگویی نکن و داشت از این هم فراتر میرفت که به او دستور دادم از اتاق خارج شود و یاد بگیرد که به کیش و مذهب سایرین احترام بگذارد تا آنها هم به دین او احترام بگذارند مدتی بعد وقتی زرتشتیان رفته بودند او دوباره موضوع را مطرح کرد و گفت که دستور تیرانداز به خاطر کفرگوییاش مستحق مرگ بود من در جوابش گفتم که میل ندارم در اعتقادات مذهبی او دخالت کنم یا از انجام فرایز و احکام دینیش جلوگیری کنم اما میخواهم که اصلا او هم در این گونه موارد حداقل تا وقتی در خدمت من است کاری به کار کسی نداشته باشد به طور کلی من دوستان زرتشتیام را بسیار آزاده یافتم اردشیر همیشه تکرار میکرد که در یکی از دعاهایشان برای خوبان هفت کشور یعنی همه دنیا دعا میکنند و در آین آنها دین شرط اصلی رستگاری نیست. البته کاملا پیدا بود که آنها احساسات تلخ شدیدی علیه اعراب دارند. حداقل خود دستور نمی توانست آن را پنهان کند. قادسیه و نهاوند فراموش نشده بود. بدون مبالغه این سخن هشدارآمیزی که در ایران قرن دوم هجری حکمران عرب در خراسان نصر ابن سیار خطاب به عربهای ساکن ایران گفته صادق است. که عربیش رو نوشته ترجمهش داخل پرانتز و اگر از دین آنها بپرسند دین آنها فقط این است که عربها رو بکشند با این حال از این گبرهای بیچاره توانستم درسهای از فروتنی و افتادگی بگیرم روزی بهمن به من گفت ظلم و ستم و بیعدالتی را بهتر است با صبر و تحمل پشت سر گذاشت تا به این وسیله دل دشمنان نرم شود و به دوست تبدیل گردند نمونه از این موضوع را خودم تجربه کردم. یک روز وقتی در حال عبور از میدان بودم، یک جوان مسلمان از قصد به من تنه زد و سپس در حالی که مرا حل میداد فریاد کشید از راه من برو کنار گبر. با اینکه خیلی عصبانی شده بودم اما خودم را نگه داشتم و با لبخند به آرامی گفتم بسیار خوب هر طور که شما میخواهید. سید سال که در همان حدود شاهد واقعه بود با ملاحظه صبر و آرامش من جوان را سرزنش کرد و با لحن خشنی گفت این مرد بیچاره به تو چه کرده بود که اینطور به رویش دست بلند کردی و توهین کردی بین آن دو اختلاف بالا گرفت و بالاخره کار به محضر حکمران کشید که پس از فهمیدن واقعیت جریان حکم کرد که جوان را کتک بزنند حال اگر من به عصبانیتم مجال بروز داده بودم نه تنها سوی طرف مرا نمی گرفت بلکه همه مسلمانانی که آنجا بودند طرف همکیش خود را می گرفتند و احتمالا من بودم که به جای آن جوان کتک می خوردم. در یک مورد دیگر من داشتم با یکی از دستیاران اردشیر به نام ایران درباره مرد انگلیسی که در شیراز اسلام آورده بود صحبت می کردم و در انتها گفتم فکر می کنم او اکنون پشیمان شده زیرا از مردم خودش بریده و از جانب بعضی مسلمانان هنوز با شک و با او برخورد می شود و شدیدا مراقبش هستند که آیا احکام و فرایز دین جدیدش را مرتب رعایت می کند یا نه. من آرزومندم او بتواند خود را خلاص کند و همانطور که میخواست به کشور خود نزد مادر پیرش بازگردد. اما شک دارم که این شود فکر می کنم که دوست همراه من شود و به اینجا بیاید تا شاید بتواند از طریق مشهد به خانه اش برگردد. اما من همراهی با او را خوش نداشتم. ایران جواب داد: کاملا درست است که همراه ناجور داشتن بدتر از تنها بودن است. همانطور که سعدی می گوید توهی پای رفتن به از کفش تنگ. با این حال اگر سوء تفاهم نشود آیا بهتر نیست چنانچه به شیراز برگشتید این مرد و در صورت امکان همسر مسلمانش را با خود به انگلستان ببرید؟ مسلما اول خیلی خواهد بود. او به دین اولش باز می گردد و ممکن است همسرش هم مسیحی شود و فرزندانش هم بر دین شما خواهند بود و ثواب آن متعلق به شما می شود. خیلی اوقات اتفاق می افتد که یکی از ما زرتشتیان مذهب اجدادی را رها می کند و اسلام می آورد. حال به خاطر بی و بی توجهی و یا به خاطر علاقه به دختری مسلمان که تنها راه رسیدن به او همین است. بعضی از آنها بعدا پشیما می شوند که در این گونه موارد ما مقداری پول می دهیم تا بتواند خود را به بنبعی برساند تا در آنجا بتواند بدون هیچ خطری به دین خودش بازگردد اکثرا همسران آنها هم به آین زرتشتی می گروند و بدین ترتیب یک خانواده کامل به آین ما وارد می شود زرتشتیان ایرانی نسبت به انگلیسی ها نظر خوبی دارند و آنها را حامی طبیعی خود می دانند. با این حال بعضی از آنها و خصوصا دستور تیرانداز از خونسردی و بیتفاوتی دولت انگلیس گلمندند و اینکه دستهایی را که برای کمک به سویش دراز می شوند با سستی و بیاتفگی می نگرد. آنها گفتند نمی توانید درک کنید که نام انگلستان چه سپر حمایت کننده ای فراهم می آورد وگر نه آن را از مردم بیچارهی که هیچ کس اعتنایی به آنها ندارد و در هر فطرت و هر مرجی در معرض زجر و قتل قرار میگیرند گیرند دریغ نمی کردید. پس از بازگشت به انگلستان من و به نظرم لوتنان واگان هم طی نامه مراتب را به اطلاع وزارت خارجه رساندیم که فکر میکنم بی تاثیر نبوده زیرا بعدا فهمیدم که یک نفر زرتشتی در یزد به عنوان نماینده بریتانیا منصوب شده است این همان چیزی است که زرتشتیان مشتاقانه میخواستند زیرا باور داشتند که پرچم بریتانیا میتواند جامعه آنها را از بزرگترین خطرها حفظ کند با اینکه زنان زرتشتی صورتشان را نمیپوشاندند اما طبعا من خیلی کم آنها را دیدم البته دو مرتبه گروهی از دختران گبر به باغ آمدند تا با شگفتی و حیرت این غریبه فرنگی را تماشا کنند مرتبه اول فکر میکنم بستگان اردشیر بودند که دو مرد آنها را همراهی میکردند مرتبه دوم جمشید باغبان پیر آنها را معرفی کرد و وظایف میزبانی را انجام داد گروهی بودند از دختران جوانی که یکی دو نفرشان فوقالعاده زیبا بودند آنها شلوغتر و ناآرامتر رفتار می کردند و بنابر پچ و پچ و قهقه هایشان تجربه سرگرم کننده برایشان بودم دستور تیرانداز سال خورده برای من از همه زرتشتیان جالب تر بود زیرا از همه رگوتر و سریحتر و ساده تر بود پیدا بود که احترام و علاقه زیادی به شاهزاده اماد و دوله حکمران دارد و مرتبا پیغام های حسن نیت او را برای من می آورد. سه بار از چهار مرتبه که به دیدن شاهزاده رفتم او همراه من آمد و در حیات خانه منتظر ایستاد تا دیدارم تمام شود. خب دیدارهاش رو میذاریم برای قسمت بعدی که از اینجا شروع کنه دیداراش با شاهزاده رو تعریف میکنه برامون. امیدوارم ایام به کامتون باشه تا قسمت بعدی خداحافظ شهر شهر وفا مردم نش بیریو شهر یا شهر وفا مردم بیریو شهری که مرو شده به شهر مردان خدا شهری که مرو شده به شهر مردان خدا دادگاه منه شهری شهر بباب شهر بشر شده بیا ببین بی یز شده گل کبیر بشر شده بیا ببین بی یز شده گل کبیر باشوری سون یکمن روزای شهری ما قشنگ شه باشوری سون یکمن آتیش آتیش گدا چشمهای چه سر بلند تو هنوز دلال چشمهای شهر یز شهر بفا مردمون چه بیری شهر یز شهر بفا چه شهری که مرو شده به شهر مردم خدا شهری که